منابع رسمی از کشف چندین گور جمعی، کنترل دهها روستا و حلاکت صدها سنی رو در عملیات آزادسازی آخرین پایگاه داعش در شمال عراق خبر دادند. رسانه هشت و شبیه عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مردمی در جریان عملیات آزادسازی شهرستان الحویجه در جنوب غرب استان نفت خیز و مورد مناقشه کرکوک در شمال این کشور ده گور جمعی کشف کردند. بر اساس این بیانیه گورهای مذکور حاوی اجساد نیروهای امنیتی و غیر نظامیان قربانی سنیهای تندروی داعش از جمله شماری زن و کودک هستند و نیروهای مردمی در حال هماهنگی با تیمهای کارشناسی برای بررسی اجساد قربانیان و شناسایی آنان می باشند. از سوی دیگر سپه بود عبدالعمیر رشید یارالله فرمانده ی عملیات آزادسازی الحویجه نیز با صدور بیانیه‌ای مهمترین فعالیت نیروهای پلیس فدرال و واکنش سریع و تیپهای سوم و چهارم نیروهای مردمی در جریان این عملیات را آزادسازی 150 روستا و منطقه به همراه بخش العباسی و بخش شمالی مرکز این شهرستان عنوان کرد فرمانده عملیات آزادسازی الحویجه در این باره اعلام کرد نیروهای مذکور در جریان این عملیات موفق شدند 385 تروریست از جمله 5 تکتیر انداز را از پای درآورند و 6 سنی تندرو را دستگیر کنند همچنین 95 خودروی بمب گذاری شده 422 بمب ده ساز و 5 کمربند انتحاری را منفجر و خنسا سازند و 20 محل اقامت سنی های تندرو و 5 کارگاه ساخت بمب های ده ساز و بمبگذاری خودروها را نیز منهدم کنند. سپه بود یارولا همچنین از انهدام 34 خودروی گوناگون، کشف و ضبط مقادیر اسلحه و مهمات، نابودی 5 مرکز ارتباطات، 25 موضع دفاعی، 10 انبار مهمات و اسلحه، 15 پناهگاه بمبگذاری شده و ده تونل و تخلیه و چهل آواره در جریان عملیات آزادسازی الحویجه از اشغال داعش خبر داد